زمانی که اسم از ناکامورا یا کاکامورا در شهر جلال آباد یاد می شود، همه تعبیر از آن دارد که آبادی، دوستی، صمیمیت، نوآوری و همچنان ایجاد هموطن و شهروندی را به ذهن بیارند. ناکامورا در دوران فعالیت در داخل افغانستان دریافت که مشکل بزرگ اکثر کسانی که به شفاخانه ها مراجعه می کنند سوء تغذیه است. به همین دلیل از آنجا شروع کرد با شعار آب نه حسله، در کنار کمک هایی که برای درمانی و همچنان آبیاری انجام میداد و اونا را بیشتر و گسترده تر ساخت. همدلی از همزبانی بهتر است و زمانی که به افغانستان آمد در یک از روستاهای دوردست ولایت ننگرهار یک درمانگاه و نهاد غیر دولتی به نام خدمات درمانی صلح ژاپن ایجاد کرد و کمک های بشر دوستانه ایشان باعث شد که تعداد زیادی از مردم ننگرهار به آب صحی دسترسی پیدا کند. او 11 سربند را برای مهار آب کنر ساخت تا برای سرسبزی و کشاورزی از آن استفاده کند. بعد از دروری و یک پارک به نام ناکامورا و پولی بالای دریای بهسود با هزینه 5.5 میلیون دلار از بودجه شهرداری ننگرهار ساخته شد. این پارک با درختان بلند و گلهای رنگارنگ تزئین شده که در قلب این پارک بنایی به یاد بود از این فرد خیرخواه که تصویری از وی در آن نقاشی شده است تأسیس شده است. زبیولا زاهیدی یک از گردشگران این پارک که از کابل برای تفریح به اینجا آمده است میگوید که ناکامورا در طی سالها به افغانستان تلاش های بی حدی کرده تا زمین های خشک حاصل خیز شود. دکتر تتسو ناکامورا که برشان لقب کاکامورا ده مردم افغانستان خاصتا مردم ولایت ننگرهار داده بود برشان، قسمی که شما میبینین بسیار زیاد تلاش کردن و یک زمین خشکره به زمین سرسبز مبدل ساخت. تتسو ناکامورا مدت 30 سال برای مردم افغانستان اما زندگی شیرین از عمرش خدمت مردم فقیر خاصتا مردم از این منطقه مصرف کرد و تپ و تلاش کرد تا زمین خشکره به یک زمین سرسبز تبدیل بکنه، ولی متاسفانه که توسط دشمنای وطن بسیار ناجوانمردانه به قتل رسید و عمر خود در راه خدمت به مردم افغانستان پایان داد. نصرت الله باشنده ولایت ننگرهار درباره کارکردهای ناکامورا گفت که او به ننگرهار به ویژه ولسوالی خیوه ننگرهار خدمات زیادی انجام داده است. دکتر سم ناکامورا در افغانستان در خصوص در ننگرهار در خیوه ولسوالی در پر نستر دونگی حسی زلی کلیدی زکا او داغه فرق د افغانستان د بارونو باندې ولان دوستان د حاضر چکر د باري خزه جوړ کړی دي. نه هیرودون کې د افغانستان خلکو د باره یو به احساسه زایل لري، ځړکی زایل لري، ځکه چې د ننګرهار پول ګوره د ډاکټر ناکامورا برکت جوړ شوی دی. ننګرهار د باري حل ځلې کړي او نسترو دنیا حسي کړي دي او حسن ناکامورا چې دی او د خلکو دونو کې زایل لري او د تفریح د باري خزه ځای جوړ کړی دی او خلک چکر مکر د روزانه راځي، خصوصا پنجشنبه او جمعه خلک تفریح د باري چکر پکې وهي. اسوی هم یک از شهروندانی که از ولایت لغمان است در حال حاضر در ننگرهار زندگی می کند. می گوید که او با دوستانش به این پارک همواره به خاطر تفریح می آیند. دغه پارک ته مو هدف دا و سزمونګه یو سملمانه راغلی و مونږ راغلو د دې پارک ته تفریح په خاطر باندې. نو د دوستانو تم دغه فارق مخکم دی راغلی او خو زیاتره ملګری زمونږ د فارق ته نو راغلی، په دې خاطر چې مونږ راول دلته دی باندې چکر وهو او د فارق صاحب وګورو. دغه فارق تقریبا د فکر وکوه چې په سلویخ یا 50 جریبه ځمکه کې د ډاکټر صاحب ناکامورا آباد کړی ده. د ده د لاسونو د زیار او کوښښونو برکت و چې دغه یو ساحه د په غره کې په ډاک کې برابره کړې ده او د دې دپاره کوم ځانګړې ورځې مشخص نه دي، خو بیا هم د پنج شنبه او جمعه په ورځ باندې زیاتره خلک د غزای ته د چکر په خاطر باندې راځي. این دکتر و امدادگر ژاپنی چندین بار از مرگ جان به در کرد. یک بار در رگبار مسلسل یک هلیکوپتر آمریکایی نزدیک بود کشته شود و بار دیگر جانش را برای حفاظت از خاکریزه های یک رودخانه در حال طغیان به خطر انداخت. او می گفت دوست دارم در افغانستان بمیرم. این پارک فضای سبز و با ترابت را در منطقه به وجود آورده که در همه فصلهای سال میزبان گردشگران خارجی و داخلی می باشد. در این پارک بر علاوه ساحات سبز زمین های زراعتی نیز وجود دارد
که آیدی به دست آمده از فروش محصولات آن برای کارهای بازسازی پارک استفاده می شود. وی به تازگی کار ساخت کانال دوم مروارید را با هزینه 10 میلیون دلار در ولسوالی خیوه ننگرهار آغاز کرده بود، اما پیش از گشایش این پروژه جهان فانی را وداع کرد و جنازه او طی مراسم گرامی داشت از فعالیت‌های بشردوستانه‌اش با حضور داشت رئیس جمهور همان وقت محمد اشرف غنی سفیر ژاپن، چهره‌های مطرح سیاسی و خانم و دخترش که از ژاپن برای انتقال تابوتش به اینجا آمده بودند در ارگ برگزار شد. مرگ او واکنش‌های زیادی در افغانستان در پی داشت، زیرا او خدمات زیادی به مردم افغانستان به ویژه مردم ننگرهار کرده است.